حتی ربات ها هم نمیتونن بر این صحنه زیبا چشم ببندن. این تصویریه که مریخ پیمای کیوریوسیتی در آوریل 2015 از غروب خورشید در مریخ گرفته. خورشید آهسته آهسته در آسمانی آغشته به رنگ آبی فرو میره، رنگی که برای ما زمینی ها که به غروب سرخ و نارنجی عادت داریم نامانوس به نظر میرسه. این عکس های یکی از محصولات مأموریت کیوریوسیتی به مریخ است که از سال 2012 برای تحقیق روی مریخ فرود اومده. در آوریل 2015 کاوشگر کیوریوسیتی با دوربین دکلش تصاویری از غروب خورشید ثبت کرد. این عکاسی همزمان با یک طوفان خاک انجام می شد، اما گرد و خاک در بالای اتمسفر معلق مونده بود. مشاهده غروب خورشید به محققان کمک می کنه که پخش شدن گرد و خاک در اتمسفر رو ببینن. رنگ ها به این دلیل اینطور هستن که گرد و خاک در اندازه مناسبی در هوا معلقه و باعث میشه که نور آبی هم در اتمسفر ظاهر بشه. وقتی نور آبی از بین گرد و خاک ظاهر میشه، به نسبت رنگ های دیگه به خورشید نزدیکتر میمونه. بقیه ی آسمون حاله ای از رنگ نارنجی یا قرمز داره. دو ساعت قبل و بعد از طلوع خورشید حالت گرگو میشه. این گرگومیش طولانی به خاطر نور خورشید که در اطراف سمت شب سیاره منتشر میشه و گرد و خاکی که در ارتفاع بالا قرار داره رخ میده. درست مثل چیزی که بعضی وقتها، مثل وقتی که دونه های گرد و غبار از دهانه آتش فشان ها فوران میکنند، در زمین هم شاهدش هستیم. اما تفاوت این غروب شگفت‌انگیز با غروب های زمین چیه؟ زمین اتمسفر زخیمی داره، بنابراین بیشترین پراکندگی وقتی رخ میده که نور به یک مولکول هوا برخورد میکنه. طول موج قرمز که بلندترین طول موج نورهای مرئیه نمیتونه مولکولهای هوا رو بشکنه، در حالی که طول موج آبی که کوتاه‌تره تمایل به پراکندگی بیشتری داره. در حقیقت نور آبی تقریبا 10 برابر بیشتر احتمال شکستن داره تا قرمز، به همین دلیل آسمان آبی به نظر میرسه. اما در مورد مریخ، مریخ یک اتمسفر نازک‌تر داره، در نتیجه این فعل و انفعالات کمتر توی اون رخ میده. اما مریخ هم سطح خشک و غبارآلودی داره و گرانشش کمتر از زمینه، بنابراین در اتمسفرش اغلب ذراتی وجود داره که طول موجش به نور معمولی نزدیکه. از طرفی فاصله بیشتر از خورشید شدت نور رو پایین میاره، در نتیجه غروب مریخ رو آبی رنگ میبینیم.